تازه های خبر از آریانا، امشب با اورانوس مصمم. نگرانی شدید شورای امنیت سازمان ملل متحد از تجدید حملات شورشیان به نهادهای دیپلماتیک در افغانستان. حضور گسترده جنگجویان چچنی، ازبک و پاکستانی در ولایت‌های لوگر و ننگرهار و افزایش چند برابری فروش میوه تازه در آستانه عید فطر در بازارهای کابل. به نام خدای دکتر مهربان، با عرض سلام و دوست شنبه 15 ماه اسفند سال 1392 خورشیدی است که برابر میشد با 6 ماه اگست سال 2013 میلادی. مشروع خبرها. خشونت‌های اخیر از جمله حمله بر یک نهاد دیپلماتیک در افغانستان نگرانی شدید شورای امنیت سازمان ملل را برانگیخته است. شورای امنیت سازمان ملل با نکوهش خشونت‌های اخیر در افغانستان از مخالفان مسلح دولت خواسته است تا حملاتشان بر جای غیر نظامیان بر جان غیر نظامیان و نهادهای دیپلماتیک را متوقف سازند. همزمان با این، وزارت امور داخله از سازمان ملل می‌خواهد که برای محاکمه حامیان بیرونی شبکه‌های تروریستی محکمه بین المللی برگزار کند. همکارم نصرت پارسا با جزئیات بیشتر. وقوع چندین رویداد از جمله حمله بر کنسولگری هند در ننگرهار و انفجار روز سه‌شنبه در شهر جلال‌آباد که منجر به کشته شدن یک تن و زخمی شدن سه تن دیگر گردید، از موارد تازه خشونت‌ها در افغانستان به حساب می‌آیند. خشونت‌هایی که بیشتر قربانیان و آسیب دیده‌های آن افراد ملکی و کودکان بودند. در واکنش به این رویدادها، شورای امنیت سازمان ملل متحد از مخالفان مسلح دولت افغانستان خواسته است تا حملاتشان را بر جان غیر نظامیان و محلات دیپلماتیک متوقف سازند. این شورا همچنان حملات طالبان و القاعده را تهدید جدی برای مردم افغانستان می‌خواند. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال خشونتبار علیه نمایندگی‌های دیپلماتیک را که زندگی افراد بیگناه را در خطر می‌اندازد و یا هم سبب تلفات می‌شود و کار عادی نهادها را به طور جدی متاثر می‌سازد محکوم کردند. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد بر نگرانی خود در مورد تهدیدات طالبان و القاعده علیه مردم محلی، نیروهای امنیتی ملی، نیروهای بین‌المللی و نیروهای کمک بین‌المللی در افغانستان در روشنی حملات تروریستی اخیر در کابل و دیگر نقاط کشور ابراز کردند. اتحادیه اروپا در افغانستان نیز حمله بر نهادهای دیپلماتیک را غیر قابل قبول خوانده و از مقامهای افغان می‌خواهد تا عاملان این رویدادها را شناسایی و به محکمه بکشانند. اتحادیه اروپا حمله بر کنسولگری هندوستان در شهر جلال آباد را که به تاریخ 3 اگست رخ داد و سبب کشته شدن چندین غیر نظامی که بیشتر آنان کودکان بودند محکوم میکند. وزارت امور داخله با استقبال از اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار فشار وارد کردن این سازمان بر حامیان بیرونی شبکه‌های تروریستی است. وزارت امور داخله از اعلامیه‌ای که از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد به نشر رسیده استقبال میکنه. ما خواهان توجه جدی شورای امنیت سازمان ملل هستیم تا او شبکه‌های استخباراتی که در بیرون افغانستان از طالبان حمایت میکنه، فعالیت‌های تروریستی طالبان را تحمیل میکنه، بالای از اونا فشارهای لازم وارد شود، اونا به دادگاه‌های بین‌المللی کشانده شوند. وزارت امور داخله میگوید این وزارت برای مهار هر نوع تهدید مخالفان مسلح دولت آماده اند. حالا پرسش اینجاست که مخالفان مسلح با افزایش چنین حملات چه هدفهایی را دنبال می کنند؟ هر قدر ما به انتخابات 2014 نزدیک میشیم، تنش ها، زد و خورد ها، انتحار و انفجار زیادتر میشه. دلیلش این است که نیروهای ماجراجو می خواهند خود بر اوضاع مسلط نشان بدن تا از نگاه سیاسی امتیازاتی را به دست آورند. طالبا با انتخابات نزدیک شدن انتخابات از یک سو انتخابات نمیپذیرن، از سوی دیگر اینا از بادرانشان چی میگیرن؟ یعنی هدایت میگیرن تا اینکه امی زمانی برگزاری انتخابات معدود بسازن، به خاطر از اینکه در تمام ولایت ها میبینیم که ما و شما امروز ولایت ننگرهار انفجار صورت گرفت. تا حال مسئولیت حمله در نزدیکی کنسولگری هند در ننگرهار را هیچ گروه بر دوش نگرفته است. با باور برخی تحلیلگران در کنار طالبان برخی گروه های دیگر هم وجود دارند که
به دستور برخی سازمان های استخباراتی منطقه دست به شورشگری در افغانستان می زنند. سفیر هند در افغانستان می گوید خطر از بیرون مرزهای افغانستان متوجه این کشور است و حملات بالایی آنها نیز از آن سوی سرحد تنظیم می شود. سفیر هند در سفرش به جلال آباد می گوید از قبل معلومات در دست داشتند که چنین حمله بالایی دیپلمات های آنان صورت می گیرد. او تأکید می کند این حملات بر روابط افغانستان با هند تأثیر منفی نخواهد گذاشت. امرسن ها سفیر هندوستان در افغانستان در سفر به شهر جلال آباد میگوید که تمام حملات تخریبی علیه افغانستان در بیرون از مرزهای این کشور تنظیم میشود. سفیر هند میگوید در این اواخر معلومات را دریافت کرده بودند که به کمک یک کشور همسایه افغانستان حملات علیه دیپلمات های هندی و قنصلگری این کشور را اندازی میشود. او هدف از این تلاش ها را تخریب روابط هند با افغانستان میداند، خواسته که به گفته او هیچگاه برآورده نخواهد شد. سفیر هند میگوید پاکستان میخواهد در افغانستان حکومت دست نشانده خودش را ایجاد کند. جنرال طور پر من آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں دولت هند به این باور است که حملات تخریبی در افغانستان از آن سوی سرحد تنظیم میشود. این به همه روشن است، برای جهانیان و مردم افغانستان روشن است. شما میدانید که از 30 سال به این سو در هندوستان نیز فعالیت های تروریستی جریان دارد که سرچشمه آن نیز مشخص است. با وجودی که این حملات به نام طالب و دیگران انجام میشود، اما در حقیقت یک کشور در عقب آن قرار دارد. سفیر هند تلفات به بار آمده از حمله بر قنصلگری این کشور در شهر جلال آباد را تأسف برانگیز خوانده. برای خانواده های آسیب دیده $20,000 و برای مسجدی که تخریب شده است $10,000 کمک نقدی کرد. از سوی هم گل آقا شیرزوی ولی ننگرهار میگوید برخی از کشورهای همسایه تلاش دارند تا وضعیت امنیتی جلال آباد را بدتر سازند. واقعا در واقع توصیه میدی و در افغانستان دشمنان و در مشرکی او در ننگرهار پسات بعضی پیرانی لری که من پا خبری و او پا جرانی تایز خبری چی در افغانستان قهرمان او در ننگرهار قهرمان اردوی میدی پولیس میدی جوای فرادی قهرمانان و در خپل و ناموس د دفاع په خاطر ولاړل چې څلوېښت نفرو کې په شهرزاد کې مرچکلو کې نجات ورکړي. گفته نیست که در حمله روز گذشته بر قنصلگری هند در جلال آباد 9 غیر نظامی کشته و 22 تن دیگر زخم برداشتند. نظامیان ارشد وزارت دفاع از حضور گسترده جنگجویان چچنی، ازبک و پاکستانی در ولایت لوگر و حصارک ننگرهار خبر می‌دهند. لویدرسیز ارتش ملی می‌گوید حضور هراس افغانان خارجی در این محلات به هدف تهدید کابل برنامه‌ریزی شده است. همزمان با این نگرانی‌ها، نیروهای مشترک افغان عملیات تصفیه‌ای را در لوگر و ننگرهار آغاز کردند که گفته می‌شود با دستاورد بوده است. عبدالعزیز کریمی گزارش می‌دهد. مقامات وزارت دفاع ملی میگویند که از چند ماه به این سو مخالفان مسلح دولت با همکاری تروریست‌های خارجی در شمار از مناطق جابجا شدند و میخواهند که کابل را مورد تهدید قرار دهند. نیروهای افغان از آغاز ماه اسد عملیات تصفیه‌ای را آغاز کرده‌اند. من با همکار تصویربردارم رامین سخی به وسیله هلیکوپترهای نیروهای هوایی راهی سفر به مناطق جنگی شدیم. در این سفر لویدرسیز کشور نیز با ما بود. آقای کریمی میگوید که این عملیات تصفیه‌ای در هماهنگی نیروهای هوایی وزارت دفاع داخله و امنیت ملی بدون حضور خارجی‌ها اجرا شده است. دلیلم دیده عملیاتو پلان دا و چالتا خارجی، بارانی، پنجابیان، ازبک، عرب، چیچین دا خلق التا پو ازرکی مشتو او وقتلی چی دی اسارک، لوگر او خاک جبار لیلاره کابل تا ضربه واردی که او کابل تر تهدید لانده ونیسی. اینجا ولسوالی خاک جبار ولایت کابل است که در 40 کیلومتری شهر کابل قرار دارد. اینجا نیز مخالفین مسلح دولت جابجا بودند، ولی تا عملیات تصفیه‌ای نیروهای افغان این ساحه از وجود مخالفین مسلح پاک شده است. بعد این تصفیه تلاشی که الحمدلله است دشمن لیدل کیگینه امنیت ډیر خدا ماشاءالله کابل است، پلیس هم کابل است، بدون لوردی ملی نه خپل امنیت ولسوالی ونیس. از ولسوالی خاک جبار راهی ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار شدیم. فرمانده لوای چهارم پیاده قلوردوی 201 سیلاب میگوید کانان در شمار از مناطق عملیات تصفیه‌ای را آغاز کردند که مخالفین مسلح قصد وخیم ساختن اوضاع امنیتی را داشتند. وی میگوید که مخالفین مسلح دولت در تلاشند که اوضاع امنیتی ولسوالی های حصارک، بتیکوت و شیرزاد ولایت ننگرهار را برهم زنند، ولی آنان برنامه های شمارنان را طی عملیات تصفیه‌ای خونسا کردند. دیر سیمه مود دخمه
دخمن د وجود نپاکه کردی د دخمن آزاد حرکات مو توقف کردی د دخمن هغه آینده پلانه چې درلودل هغه مو شند کردی. اینجا ولسوالی حصارک ولایت ننګرهار است که از 14 روز بدین سو نیروهای افغان با مخالفین و مسلح دولت درگیرند. ارمانده کندک اول لوای چهارم پیاده میگوید که بیشترین مناطق این ولسوالی از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی شده است و شمار از جنگجویان چچنی را کشته و زخمی ساخته اند. دو دشمن ملز مستر پاس دی چباغی که د چچنی خلک پکشی که موجود با ملی پاس دی لاس نفر هم لدی او اتل اس نفر هم زخمیان دی دشمن. در ولسوالی حصارک هم اکنون جنگ جریان دارد. صدای شلیک مرمی از هر سو به گوش می رسد. هلیکوپترهای ما نیز به ورود شلیک مرمی قرار گرفت. لوی درستیز قوای مسلح شلیک بالای هلیکوپترها را تایید می کند. ولو چه لر نقطون پمون بد ندازی که دی ولی ولسوالی تقریبا طول تصفیه شوی یا دو دره نقطی پاتی دی چه آقا هم پا دراتلون که ورزی که تصفیه کی گی آتا از دیگه پخپلا شاید وی چه پمون بنده تیاره بنده دازی وشو آتا ایوا تیاره می پینزه دش تیاره ولگیده. این عملیات تصفیهوی در حال به طور مستقلانه توسط نیروهای افغان اجرا میگردد که قرار است تا سال 2014 میلادی مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان واگذار گردد. عبدالعزیز کریمی، تلویزیون آریانا، ولسوالی حصارک ننگرهار. ادامه خبرها از کشور. شمار از شهروندان نیازمند شهر کابل از کمک های غذایی بنیاد بیات مستفید شدند. حاجی محمد اسماعیل معاون این بنیاد میگوید طرح اطعام و کمک مواد غذایی بنیاد بیات تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت. دین اسلام کمک به نیازمندان در ماه مبارک رمضان را یکی از مسئولیت های اصلی پیروان خود دانسته است. بنیاد بیات که با آغاز این ماه مبارک با اطعام و توزیع مواد غذایی در میان صدها خانواده نیازمند پرداخته است. در آخرین روزهای این ماه پرفضیلت ده‌ها خانواده مستحق را از کمک های مواد غذایی خود بهره‌مند ساخت. حاجی محمد اسماعیل معاون بنیاد بیات ادامه ی روند این مساعدت ها را تا پایان این ماه وعده داد. در آخر ماه مبارک رمضان قرار داریم بنیاد بیات هم مساله کمک های خود را هم به شکل پخته و هم شکل مواد من مستقیم توزیع میکنه و قبلا ما در ولایات و مرکز کابل توزیع مواد داشتیم. امروز هم در شهر کابل این مقدار مواد آماده ساختیم که مستقیم توزیع میکنیم و این کمک ها انشاءالله تا آخر این ماه مبارک هم ادامه داره. تعداد از خانواده هایی که از کمک های بنیاد بیات مستفید شده بودند نیازهای خود را نه تنها مواد غذایی بلکه مسکن، صحت و کار خوانده و از همه نهادها درخواست رسیدگی بیشتر را به وضع خودشان خواهند شدند. در خانه کرای زندگی میکنم، او ندارم، برق ندارم که زندگی کنم. بسیار زندگیم به سرنوشت خراب است. تشکری میکنم از بنیاد بیات که تا بالا فعلا مرا کمک میکنند که یک مشکلاتم رفع میشد. ما تشکر میکنیم از آقای بیات که به خاطر ما فقیرا و بیچارا کمک میکنن و ما رو نمیمونن که گشنه بمانیم و گرسنه بمانیم. یا در ما یا در هفته بر ما کمک میرسانن. خداوند و ما از پیشش خوش هستیم. خداوند از پیشش خوش باشه. طرح اطعام و توزیع مواد غذایی که همه سال از سوی بنیاد بیات در ماه مبارک رمضان در مرکز و ولایت های کشور را اندازی میگردد هزاران خانواده نیازمند را تحت پوشش خود قرار میدهد. مقام های محلی در غزنی از ناامنی، بی‌نظمی و ترور افراد در مسیر شهرهای عمومی کابل کندهار نگران اند. معاون والی غزنی میگوید هرچند نهادهای مختلف امنیتی در این مسیر وظیفه اجرا میکنند، با آن هم گروه های مسلح در قتل و اختطاف افراد دست میزنند که به تازگی افراد مسلح ناشناس شب گذشته دو تن از رانندگان روسای روضه غزنی را در این مسیر کشتند و اموالشان را دزدیدند. محمد لامومنزاده از غزنی گزارش می‌دهد. هزارها تن از اهالی روستای روضه شهر غزنی در مراسم خاکسپاری جسدهای دو تن از باشندگان این روستا که شب گذشته در مسیر شاهراه عمومی کابل قندهار واقع ولسوالی مقر از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شدند و اموال لاری‌هایشان را به غارت بردند شرکت کرده از دولت می‌خواهند که جلوی این قتل‌های زنجیره‌ای را بگیرند. در غیر آن بر علیه حکومت تظاهرات را راه اندازی خواهند کرد. به گفته آنان چندین تن از باشندگان غزنی در این مسیر ربوده شده و بعداً به قتل رسیدند.
اگر نتیجه ازی به دست دوستا و به دست مردم قریه روزه نبیه، بالاخره مردم قریه روزه آنچه که در خط آخر است انجام خواهد داد. احتمال داره که مردم روزه دست به اقدام دهند، یا در مقابل حکومت، یا در مقابل طالب، یا در مقابل امزید دزدا، یا در مقابل امزید کوتاه طریقا. با این حال معاون والی غزنی با تایید این مشکلات میگوید همکنون در این مسیر بی‌نظمی به حد زیاد است که فعالیت های مخالفان با نیروهای دولتی قابل تشخیص نیست. متاسفانه در اینجا گاهی طالب ماین میمانند، مردمای ملکی کشته میشوند و گاهی قطارهای محافظت عامه سر مردم فایر میکنند که اشتباهات هم برای ما قابل قبول نیست و گاهی متاسفانه حتی خارجی سر مردم فایر میکنند. این تو اشتباهات متاسفانه تا زمانی که جنگ باشه به نظر ما یک کار بسیار مشکل است. بازم ما کوشش خود میکنیم، با روانای امنیتی هدایت واضح داده شده که جان و مال و ناموس مردم محترم است. پیش از این نیز مقام‌های حکومتی و شهروندان غزنی از ناامنی و اختطاف افراد در این مسیر ابراز نگرانی داشتند. خبر اخیر از کشور این که وزارت داخله تدابیر جدی امنیتی در پایتخت و شهرهای افغانستان بر روزهای عید خبر می‌دهد. مقام‌ها در این وزارت می‌گویند نهادهای امنیتی افغانستان به ویژه پلیس، ارتش و امنیت ملی به گونه مشترک تدابیر امنیتی را روی دست دارند که از حملات احتمالی دهشت افغانی در روزهای عید جلوگیری کنند. همزمان با این مقام‌های وزارت داخله از شهروندان افغانستان می‌خواهند که با نیروهای امنیتیشان در روزهای عید همکاری کنند. قطعات ما در حالت آماده باش و احضارات درجه یک است. نهادهای کشفی و استخباراتی ما کار میکنه که از هر نوع حمله احتمالی جلوگیری صورت بگیره و پلیس هم در تمام ولایت افغانستان نزدیک با مردم کار میکنه که انشاءالله در تامین امنیت عیدگاه ها، مساجد و اینا نقش فعال خود داشته باشند. امیدوار هستیم که پلیس بتانه هر نوع حمله احتمالی را در روز عید خونسا بکنه. باز هم خوش آمدید. شمار از فروشندگان میوه تازه در بازارهای کابل از افزایش فروش کالاهایشان خبر میدهند. این فروشندگان میگویند که با نزدیک شدن عید فطر فروش میوه تازه در کابل به چند برابر افزایش یافته است. از سوی دیگر برخی از شهریان کابل میگویند به دلیل نزدیک شدن روزهای عید نرخ کالاها به ویژه میوه تازه به گونه غیر قابل تصور بالا رفته است. مسافر قوقندی به یکی از بازارهای میوه در شهر کابل رفته و این گزارش را آماده کرده است. شهروندان افغانستان در روزهای خاص به ویژه ایام عید برای پذیرایی از دوستان و تزیین سفره‌های عیدیشان در پهلوی میوه‌های خشک، میوه‌های تازه نیز خریداری می‌کنند. شماری از فروشندگان میوه‌های تازه در شهر کابل از افزایش مقدار فروشاتشان در این شب و روز خبر می‌دهند. بزرگ قیمتی شده، یعنی فروشات ما باز خوب است. پارسال بود 11 صد. امسال نیست، یک ذره کم است، امسال بلند است. خودم یک رس شیمی سیب چینی رو می‌خریم 12 صد. اما برخی شهریان کابل از افزایش قیمت‌ها به ویژه نرخ میوه‌های تازه ابراز نگرانی می‌کنند. با باور این باشندگان، تاجران و فروشندگان به بهانه روزهای ویژه نرخ‌ها را خودسران افزایش می‌دهند. یک فرهنگ و کلچر افغانی است که باید در عید خرد، عید کلان همین میوه تازه و میوه خشک می‌گیریم و فعلا میوه تازه و خاطر می‌خریم که هوا بسیار گرم است. از همون خاطر میوه تازه می‌خریم که بخریم. نسبت به پارسال امسال کم قیمتی بیشتر شده، قیمتی زیاد است و میوه تازه هم گرچه وقت شام است فعلا کم قیمت است. پیشتر وزارت تجارت اعلام کرده بود با فروشندگان و تاجران که به بهانه عید دست به گران فروشی میزنند برخورد قانونی خواهد کرد. و این هم قیمت بعض از ارزهای خارجی در بدل پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 56 افغانی، یک یورو 73 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 84 افغانی و 30 پول. یک درهم امارات 15 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 547 افغانی. اصل حق ده. هر
فردا کابل آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 20. هرات آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 21. مزار شریف آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 26. جلال آباد آسمان نیمه ابری بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 21. و سرانجام شهر قندهار آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 26 درجه پیش بینی شده است. سپاس فراوان از همراهیتان.